چطور شد که مراکز ولایت‌ها در مدت نزدیک به 12 روز به طور کامل سقوط کرد، با توجه به اینکه نیروهای ارتش تجهیزات پیشرفته‌تری از طالبان داشتند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. بنده هم ابتدا تسلیت میگم ایام عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را و تشکر و سپاس میگم از شما که در خدمت شما هستیم. در رابطه با اوضاع اخیر و پیشرفت سریع طالبان و تسلط اونها بر افغانستان، دیدگاه های مختلف وجود داره و بیشترین صحبتی که در محافل افغانستان و خارج از افغانستان میشه حاکی از به هر حال تفاهم است بین طالبان و آمریکایی‌ها بر اساس معاهده دوحه و خب طبعا دولت اشرفانی هم تحت فشار آمریکایی‌ها به یک چنین تفاهمی یا تن داد یا به هر حال موافق بود. اما اونچه که در میدان مشاهده می‌شد به هر حال از دست دادن روحی نیروها بود در افغانستان، چه ارتش ملی، چه پلیس ملی و امنیت ملی، و همچنان همراهی نکردن مردم با دولت اشرف غنی با توجه به بی‌تدبیری هایی که در زمان آقای غنی در افغانستان وجود داشت، فساد گسترده‌ای که وجود داشت، تبعیضاتی که وجود داشت و تکروی ها و استبداد رأی که آقای غنی در مدیریت کلان کشور اعمال میکرد، به هر حال جناح‌های مختلف از آقای غنی روگردان شده بودند و ناراحتی وجود داشت. بنابراین در مجموع مردم به شمول جناح‌های سیاسی و فرهنگی و آموزشی خیلی علاقه نداشتن که به هر حال از تیم غنی به هر حال حمایت بکنن. این بود که به سرعت طالبان موفق شد ولسوالی ها را اول بگیره، بعد ولایات متصرف شد و در نهایت در کابل حضور به هم برسن. اگرچه قرار بوده که با زور طالبان وارد کابل نشه، اما چون اشرف غنی فرار کرد و یک خلأ قدرت با وجود آمد، با گفته سخنگویان طالبان اونا مجبور شدن به خاطر تأمین امنیت مردم وارد کابل شدن. جناب آقای حسینی، به نظر شما چه عواملی باعث افزایش قدرت بیشتر طالبان در افغانستان شد؟ ما بارها در رابطه با ضعف نیروهای دولتی در گذشته، حتی در اوایل دهه 90 و همچنان قدرت طالبان مطالب را عنوان کردیم. اما مهمترین بحث طالب هدفمند حرکت کردن این هاست، متشکل عمل کردن این هاست و با انگیزه عمل کردنشان هست و مقاومت جدی که اینا طی این همه سالها به خرج دادن و به هر حال باعث شد که طالبان آهسته آهسته و روز به روز قدرت بگیرن. و از طرف دیگر هم اشتباهات فاحشی بود که آمریکایی‌ها در افغانستان به هر حال مرتکب شدن. آمریکایی‌ها با بهانه های وارد افغانستان شده بودند، به بهانه مبارزه با تروریسم، به بهانه آوردن دموکراسی و آزادی بیان در افغانستان و رشد دادن اقتصاد و تأمین معیشت مردم. خب هم مردم افغانستان و هم منطقه و هم دنیا متوجه شدند که
به هر حال آمریکا یا دروغ میگن یا توانش ندارن در این عرصه به هر حال عمل بکنن. آیا سقوط مراکز ولایت ها با توجه به توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان ارتباطی داره و اینکه حمله به مراکز ها خلاف این توافقنامه بوده؟ گفته میشه که به هر حال تفاهم نامه آمریکا با طالبان به این سمت و سو به هر حال صورت گرفته بوده که طالبان ولسوالی ها را بگیره تا اطراف ولایت هم بیایه و ولایت سقوط نکنه، تا اینکه مذاکرات بین افغانستانی بین گروه طالبان و دولت افغانستان صورت بگیره و یک حاکمیت ترکیبی به وجود بیاید. اما این که طالبان متوقف نشدن و مراکز ولایت گرفتن، مطابق این تحلیل و این دیدگاه قطعا مخالف موافقت نامه دوحه است. گفته شده که این توافق نامه در قطر زمینه محرمانه هم داشته، نظر شما چی راجب آیا ارتباطی با شرایط کنونی افغانستان داره؟ جای شک نیست که بله، ببینید در رابطه با افغانستان صحبت خیلی زیاد است. اگر بخوایم در زوایای مختلف و گوناگون ورود پیدا بکنیم، اطلاعات زیادی وجود داره و تا حدود دقیق هم هست که آمریکایی‌ها چه برنامه‌هایی برای افغانستان داره و چه تصامیمی داره و چه روی کرده و هر حال قبلا اتخاذ کرده و حالا چه روی کرده اتخاذ کرده و چه بازی با طالبان و همچنان بازی با مردم افغانستان و منطقه را در دستور کار خود قرار داده. طبیعی است که آمریکایی‌ها همونطور که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودن، شیطان بزرگ است و شیطان تحت هیچ شرایطی راه را به سلامت نمی پیمایه و با طرف خودم هر گونه تفاهمی داشته باشه قطعا اون تفاهم تمام کار نیست، تفاهم نامه تمام کار نیست. آمریکایی‌ها به دنبال اهداف خودشان در افغانستان و منطقه است. این اهداف از طریق هر کسی تأمین شود برای آمریکایی‌ها مشکل ساز نخواهد بود. حتی به سرسپرده ترین طرف خودم رحم نمی کنه و توجه نداره و منافعش ایجاب بکنه، رها میکنه و به دنبال اهداف خودش است. چنانچه شما برخورد امریکایی را با دولت افغانستان به ریاست اشرف غنی ملاحظه کردید. اشرف غنی خودش یک آمریکایی بود، تابعیت آمریکایی داشت و تمام هم و غمش مش بر اساس سیاست های امریکا بود و در آخر شما دیدین که چه تعامل و برخورد را کرد. حرف من این هست که حتی اگر مطابق برخی تحلیل ها، البته نظر خود ممکنی نباشه، مطابق برخی این تحلیل ها حتی اگر آمریکایی‌ها با طالبان بسته باشد که بعد از در جمهوریت در کنار طالبان در شرایط موجود یا پس از این باشه، مطمئنن آمریکا با دنبال هدف خودشان است. نه طالبان پسرخاله آمریکایی است، نه نیروهایی که در جمهوریت بود، نه هم نیروهای جهادی و و بالاخره امثال اینها. آمریکا مجموعا در افغانستان به دنبال اهداف خودش است. تقریبا یک هفته از حکومت طالبان در افغانستان میگذره. به هر حال طالبان با کمترین درگیری و تلفات انسانی وارد کابل شده و این ورود همزمان شده با ایام محرم. نظر شما در مورد طالبان و ارتباطش با ایام عزاداری و سقوط شیعیان و نگرانی شیعیان در این مورد چیه؟ قبل از اینکه طالبان شهرهای بزرگ بگیره و وارد کابل شود، جدا نگرانی وجود داشت که گویا این گروه
در صورت تسلط بر شهرها و مراکز ولایات و بعد سلطه بر کابل، مثل 20 سال پیش ورود پیدا خواهد کرد و به انتقام گیری خواهد پرداخت و قتل و قتال راه خواهد انداخت. و بیش از همه جریان ها شیعیان نگران بودند، چون در حکومت 5 سال قبلی طالبا تقریبا میشه گفت که شیعه ها بیشترین آسیب و به هر حال دیده بودند. بله، اما وقتی که مراکز شهرها مثلا از اول از هرات وقتی سقوط کرد، مردم شاهد بودند که نه، طالبا و دنبال هیچ گونه انتقام گیری نیست و حتی اسماعیل خان که شاید صدها نفر طالب تا چند روز جنگ کشته بود، باز میبینیم که با برخورد نرم طالبا مواجه میشه و مشکلی برایش ایجاد نمیشه و همچنین سایر اقشار و طبقات در ولایت هرات و بعد به اصطلاح سایر ولایت در نمروز، در شبرغان یا جوزجان. جناب آقای حسینی مزاری، با حضور طالبان در کابل تحرکاتی در فضای مجازی همچنین در برخی کشورها وجود داشته. افغانهای مقیم هم اعتراضهایی کردن، از جمله ایران. شما هم اعتراضها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ضمن اینکه مطلبی هم درباره نوشتید که در فضای مجازی هم بازتاب داشته. ما موافق به هر حال این اعتراضها نیستیم. بله، در هر جای دنیا و به خصوص در ایران ما شاهد بودیم در تهران و قم این حرکت صورت گرفت. به نظر ما موافق هیچ گونه تقابلی با گروه طالبا در شرایط موجود نیستم و حتی بیانیم که اخیرا نوشتیم و حتی کسایی که به فکر مقاومت هستند توصیه کردن که فکر مقاومت را تبدیل بکن به فکر صلح‌جویی و مذاکره و بنشین از راه های تفاهم، گفتگو، فعالیت ها و حرکت های مدنی و سیاسی مسائل پیگیری شود و
شرایط هم به گونه است که طالبان هم نمیتوانند اوضاع داخلی و منطقه و جهان نادیده بگیرند و گروه طالبان مجبور هستند که به مطالبات شخصیت های حقیقی و حقوقی توجه نشان بده، چون قطعا گروه طالبان این بار به دنبال حکومت کردن هستند و اگر به دنبال حکومت کردن هستند قطعا نمیخواهند که حرکت های اعتراضی یا تقابلی در صورتی که توان رفع و دفعشون داشته باشند نیستند. بنابراین جریان ها اگر واقعا دلسوز مردم افغانستان هستند، چی شیعه چی سنی چی تاجیک چی پشتو چی هزاره، هر کسی که هستند اگر دلسوز مردم افغانستان هستند سعی بکنن که شرایط از راه مسالمت آمیز در افغانستان حل و فصل شود. شورای علمای شیعه مطالباتی داشته، گفته در صورت پذیرفته شدن خواسته هاشون با طالبان برای تشکیل دولت آینده همکاری خواهند کرد. آیا طالبان حق و سهمی را برای شیعان قائل هست یا خیر؟ اصلا جایگاه شیعان در دولت آینده چگونه است؟ به نظر من اگر واقعا طالبان به دنبال حاکمیت در افغانستان هستند قطعا به تقاضای جریان های مختلف شیعه گوش فراخواهند داد و قطعا زمینه حکومت مشارکتی را فراهم خواهند کرد. البته من که میگم مشارکتی، نه مشارکتی مثل قبل، بلکه مشارکتی با حضور نمایندگان صالح و سالم سایر جریان ها، حالا چه شیعه باشه چه غیر شیعه باشه، ولی به خصوص شیعیان. شیعیان در افغانستان جریان نیست که قابل حذف باشه، قابل نادیده انگاری باشه و طالبان هم به این اهمیت پی برده که به هر حال امکان نادیده گرفتن نیست و من فکر میکنم که طالبان قطعا در رابطه با شیعیان توجه خاص خواهند داشت و نسبت به در نظر گرفتن حقوق شیعیان، چه به هر حال حقوق شهروندی و حضور در قوای سه‌گانه نظام و حکومت و دولت، توجهات و تمهیدات خاص را به هر حال صورت خواهند داد. حاج آقا جایی گفتید که گزارش خاصی از بدرفتاری طالبان وجود نداره و تاکید کردید که قصاص قبل از جنایت نباید صورت بگیره و هم این که اینها یک رویه، اگر رویه اشتباهی رو داشتن اینها باید ارشاد بشن تا مسیر صواب رو در پیش بگیرن. این قضیه چجوری امکان پذیره؟ قطعا امکان پذیر است، چون به هر حال ما آدم های زیادی داریم در عرصه فکر و فرهنگ و رسانه و جای تردیدی هم نیست که فعالیت های فکری و فرهنگی و رسانه‌ای تاثیرگذاری خاصی را به هر حال داره. به همین خاطر ما باید در این عرصه به هر حال فعال باشیم و تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی که کسانی که از طالبان و از حکومت طالبان نگرانی دارن یا ممکن است انتقاد داشته باشن یا تلاش دارن برای اصلاح، باید ورود پیدا بکنن در عرصه و کوشش بکنن که از یک طرف ناهنجاری که در سطح اجتماع هست زمینه های سوء استفاده از بین بره و از طرفی اگر مقصر این ناهنجاری ها جریان های مرتبط با طالبان هست، اولا اونها ارشاد شدن، هدایت شدن، نشد اطلاع رسانی شد به سران طالبان که اونها متوجه نواقص شوند و جلوی این نواقص بگیره. مثل همین قضیه پایین آوردن پرچم، بالاخره بلافاصله بنده هم به کانال خود همین ویدیو رو گذاشتم، گفتم من صرفا این جهت اطلاع رسانی به سران و مسئولان طالبان میگذارم که در جان قرار بگیرن که شما چی گفتیم و الان داره چی اتفاق صورت میگیره. اگر از این حرکت، از این نوع حرکت به صورت گسترده صورت بگیره قطعا بسیر برها روال طبیعی خود
طی خواهد کرد و به نفع مردم افغانستان و به نفع کسانی خواهد بود که تصمیم دارند در افغانستان حکومت بکنند. درست. حاجی نظرتون در مورد مقاومت‌های مردمی در داخل افغانستان علیه طالبان چیه؟ فهم این که به تازگی احمد مسعود گفته که در پنجشیر مقاومت میکنه. آخرین جزئیات این مسئله چیه و چه سرانجامی انجامه؟ با وجود این که طالبان 3000 نیرو در نزدیکی پنجشیر مستقر کرده. به اعتقاد ما شرایط فعلی افغانستان تاب و تحمل حضور گروه های مقاومت در داخل افغانستان نداره و همچنین شرایط منطقه این ظرفیت نمیتونه بپذیره. در گذشته که مقاومت شد علیه طالبان، کشورهای منطقه از مقاومت حمایت میکرد، به اصطلاح به خصوص روزها حمایت کردند، جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. و اما امروز هم در داخل افغانستان این انگیزه وجود نداره، چون مردم از دموکراسی و آزادی بیان دروغین گذشته به شدت خسته شده بودند. فساد از سر و روی مردم و ساختمان‌های حتی افغانستان بالا می رفت و به هر حال وحشتناک بود. اصلا از یک روند عادی فساد گذشته بود. خودم در افغانستان شاهد بودم و حیران بودم که این فسادی که فعلا در ادارات هست، در بین مردم هست، چه فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی و فساد فرهنگی و رسانه‌ای، یعنی در مجموع تمام لایه‌های اجتماعی کشور فرا گرفته بود و مردم کلاً ناامید بود از آینده خودشان. حالا شرایط پیش آمده با آمدن طالبان و این امیدواری وجود داره که بخش زیادی از این فسادها ریشه‌کن شد و یک امیدی به هر حال به وجود آمده، با اضافه بر اینکه تلاش صورت بگیره که طالبان بخش هایی که برای مردم در روند کار خودشان ایجاد ناامیدی میکنه اینا را هم رفع بکنه و اصلاح بکنه. الان تقریبا یک امنیت نسبی در افغانستان ایجاد شده. از طرفی هم طالبان گفته که یک حکومت فراگیر میخواد تشکیل بده و با این امنیت نسبی که آورده، شما فکر میکنید که مسئله پنجشیر آیا آغاز به جنگ‌های داخلی نیست؟ پنجشیر هست و مثلا الان با صحبت هایی که احمد مسعود کسانی که ممکنه از راه جنگ و ناامنی ارتزاق بکنن، چه نیروهایی که در داخل هستند و چه نیروهایی در منطقه و حتی جهان، ممکن است این مسیر تداوم بدن و سازماندهی بکنن و تلاش بکنن. اما گفتم با توجه به وضعیتی که در داخل مردم افغانستان، در داخل کشور و در سطح مردم افغانستان است و با توجه به اوضاع منطقه به خصوص ایران و روسیه و پاکستان و حتی چین، احتمالش خیلی ضعیف به نظر میرسه که جنگ داخلی بشه، که جنگ داخلی به هر حال شکل بگیره و گسترده شه. طالبان به هر حال نشان داده که در مواضعش عقب نشینی نخواهد کرد. آیا مواضع قبل به بهانه فشار بر طالبان در مسائل مثل حقوق زنان، حقوق بشر و مسائل از این دست سبب نمیشه که در نهایت مردم افغانستان متضرر بشن؟ فعلا از هر مسائل شبیه حقوق بشر و مسائل زنان و کودکان و تحصیل و از این دست مسائل، متاسفانه تا هنوز در افغانستان هر مشکل موزلی که در این عرصه ها به وجود آمده از ناحیه خود غربی ها به وجود آمده، از ناحیه خود اینها سازماندهی شده و بعد به عنوان یک حربه علیه ملت های مسلمان مورد بهره برداری قرار گرفته و قطعا این حرکت ها به ضرر مردم افغانستان خواهد بود. اما باز برمیگرده به مقاومت طالبان و سایر جریان هایی که فعلا در افغانستان هستند و به صورت طبیعی ما از حالا به بعد چالش ها و مشکلات در فرارای
خود خواهیم داشت، اما اینا قابل رفع است. به هیچ وجه عاملی برای زمینگیر شدن مردم افغانستان نخواهد شد. درست. به هر حال طالبان به افغانستان حاکم شده. موازی کشورهای همسایه نسبت به این موضوع درباره احتمال رسمیت شناختن طالبان چیه؟ یکی هم که چه راهکاری رو باید برای صلح و ثبات افغانستان در نظر بگیرن به نظر شما؟ خب این که کشورهای مختلف به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه سیاست خودشان است. من نمیتونم برای جناب تعیین ختمش بکنم، ولی به اعتقاد ما بایستی اول طالبان مطابق وعده هایی که داده بود عمل بکنن و حکومت فراگیر ملی را تشکیل بده، بحث انتخابات باید در نظر بگیره، در رابطه با بحث رسانه ها و زنان و حقوق کودکان و هر حال موضوعات اینچنینی توجه داشته باشه و سعی بکنه که هم رضایت مردم افغانستان و هم رضایت کشورهای منطقه، حالا ما کل دنیا رو کار نداریم، کشورهای همسایه مثل پاکستان، ایران، حالا بقیه کشورهای همسایه هم خیلی همسایه تاثیرگذار نیستن، اما پاکستان و ایران در امور افغانستان خیلی تاثیرگذار هستن. خب اگر طالبان روند به صورت سالم طی کرد و حقوق همه را هم رعایت کرد، قطعا پیشنهاد ما به کشورهای همسایه است که به رسمیت بشناسند و از دنیا هم تقاضای مردم افغانستان این هست که حاکمیت طالبان را به هر حال به رسمیت بشناسند، چون به رسمیت نشناختن مشکلات بسیار عدیده را در فرارای مردم با ایجاد خواهد کرد و مشکلات افزایش خواهد داد. اما رسمیت بخش شناختن بخصوص ایران و از طرف ایران و پاکستان میتونه خیلی کمک بکنه برای مردم افغانستان. به عنوان یک فعال سیاسی فرهنگی، همچنین صاحب امتیاز خبرگزاری محترم صدای افغان، احتمالاً گزارش های مختلف رو دریافت میکنیم. عملکرد طالبان به ویژه در قبال رسانه ها و شیعان رو چجوری ارزیابی میکنید؟ تا اونوز عملکردش خوب بوده، برخورد خیلی محترمانه بوده. تأثیر هم در روند انعکاس شفاف اخبار؟ نه، تا اونوز ما هیچ به اصل خبرگزاری ما رو شما نگاه بکنین، اگر مشکلاتی هم در داخل وجود داشته بازتاب پیدا کرده، حرکت های اعتراضی هم که وجود داشته از داخل، مشکلاتی که نسبت به برخورد طالبان وجود داشته انعکاس پیدا کرده و عملکرد مثبت طالبان هم مرتب انعکاس پیدا میکنه، از کابل، از هرات، از مزار تا الان اینطوری بوده و رابطه طالبان هم با مخصوصا خبرگزاری ما خیلی عالی بوده. در مزار هیئت طالبان آمده، از دفتر بازدید به عمل آورده و جلسات مرتب وجود داره و حتی نامه داده به دفتر ما که کسی مزاحمت ایجاد نکنه. و جالب اینجاست که مراسمی که امسال در روزه مبارک برگزار شد از طرف مرکز تبیان و با همکاری مرکز تبیان برگزار شد. یعنی مسئول دفتر ما اول رفت با معاون والی صحبت کرد، اهمیت این کار را برایشان بازگو کرد و تقاضای همکاری کرد که باید امسال مثل سالهای گذشته برگزار شد. معاون والی هماهنگی کرد با خود والی و سر مجوز صادر میشه و مسئول دفتر ما بلافاصله میره و دنبال ایجاد ستاد و بالاخره همه را جمع میکنه و یک جلسه خیلی پرشکو، و این جلسه پرشکو با همکاری ولایتی که مربوط طالبان هست، با همکاری مرکز تبیان و با همکاری سایر شخصیت های شیعه، و خودش نماینگر تعامل خیلی خوب و عالی است که این گونه تعامل قبلا با دولت غنی وجود نداشت و این همکاری و این توجه جدی.